به نام خداوند بخشاینده و مهربان، و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این چینل را سابسکرایب نموده و ویدیوهای ما را با دوستان خود شریک سازید. منبع خبر فیسبوک رسمی دکتر فهیم توخی. دکتر فهیم توخی در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: تازه فرد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا از شفاخانه غور فرار کرد. ابتدا خانواده این فرد با دکتران در غور درگیر شدند و سپس این فرد را فراری دادند. منبع وحید پیمان. این در حال است ثبت 7 رویداد مشکوک دیگر ویروس کرونا در ولایت هرات. در پی ثبت 1 رویداد مثبت کرونا در افغانستان، فیروزالدین فیروز وزیر صحت‌عامه کشور روز سه‌شنبه 6 دلو بطلونیوت از ثبت 7 رویداد مشکوک دیگر به شمول 2 زن در ولایت هرات خبر می‌دهد. روز دوشنبه وزیر صحت کشور از ثبت نخستین واقعه مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات خبر داد. روز یکشنبه وزارت صحت‌عامه گفته بود که 3 واقعه مشکوک ویروس کرونا در هرات ثبت شدند. اما وزیر صحت‌عامه در یک نشست خبری و روز دوشنبه گفت که از این 3 واقعه 2 آن منفی بوده و 1 آن مثبت است. او افزود که فردی که به این ویروس مبتلا است از شهر قم ایران برگشته بود و یک جوان 35 ساله است. معاینات این فرد برای بررسی از هرات به کابل فرستاده شده بود که نتیجه آن روز دوشنبه از سوی وزیر اعلام شد. شهر قم ایران اخیراً گواه انتشار ویروس کرونا بوده است. بر بنیاد آمارهای وزارت بهداشت ایران تا کنون 12 تن در این شهر به دلیل آلوده بودن به این ویروس جان باختند و 61 تن دیگر به آن آلوده شدند. ویروس کرونا که در حدود 2 ماه پیش در شهرهای ووهان چین انتشار یافت تا کنون به بیش از 33 کشور جهان سرایت کرده است. شمار قربانیان این ویروس در چین به بیش از 2500 تن رسیده است.